سلام به هنرجای عزیزم، این دفعه آموزش پرنده رو داریم. توتی هست به خاطر اینکه بافتای پرش رو یاد بگیریم. آموزش رو براتون میذارم. خب اولین کاری که میکنیم با مداد رنگی دوباره طرحمون رو میزنیم. این مراحل طرح زدن رو توی مجازی سیاه قلم توضیح دادم براش. اگه که میخواین خیلی خوب در بیاد طرحتون، میتونین روی دفتر تمرین کنین رو یا روی کاغذ. بعد برای اینکه اشتباه نشه و خط نیفته، طرحتون رو از روی کاغذ منتقل کنین روی مقوا که دیگه نخواد خیلی از پاکن استفاده کنین. البته همینجا هم اگه بتونین کم رنگ طرح بزنی یه مشکلی نداره، جای نگرانی نیست. کم رنگ تر میزنیم اگه طرحمون درست باشه، بعدش پر رنگش میکنیم. این خطای مشکی رو میکشم. خب حالا شروع میکنیم به رنگ کردن. قسمتی که میخوام سایه بزنم و زومش میکنم میارمش جلو، میتونیم از قسمت زردش شروع کنیم. رنگای زردم رو برمیدارم. هرچی تعداد رنگتون بالاتر باشه کارتون قوی تر در میاد. الان رنگ نارنجی هم داریم تو این قسمت و برای تیرگیاش یکم رنگ قهوه‌ای هم لازم هست. ببینید قهوه‌ای نارنجیه. خب اولین کاری که میکنیم میاییم رنگ زردمونو به صورت عمودی قسمت هایی که زرد میبینیم و یه زرد کم رنگ میزنیم. چون این زردی که میزنم جهت خاصی توش دیده نمیشه، فعلا لازم نیست حالت موها رو در بیاریم، حالت پر رو در بیاریم. فعلا ساده یه رنگ زرد برای این قسمت زردمون میزنیم. بعد با یک رنگ پررنگتر، با یک زرد پررنگترمون میام قسمتش که تیره تر هست رو تیره ترش میکنم. حالا نگاه کنید، این همون جوری عمودی بالا پایین کار میشه، ولی با این تفاوت که فقط قسمت هایی که تیره تر میبینم و به این صورت کار میکنم. حالا با رنگ بعدی بیشتر مشخص میشه، حالت رفت و برگشت هست. این قسمت هایی که تیرگی دارم و تیرگیش رو میزنم. رنگ بعدی رنگ نارنجی هست، دوباره همون قسمت هایی که تیره هست. ببینید به صورت رفت و برگشت، رفت برگشت، که این شکل پر رو بتونید نشون بدید. این رفت و برگشت ها نزدیک هم دیگه میزنیم، نزدیک به نزدیک باشه، باشه اون شکل
هم ریختگی پر رو داشته باشه. خب دوباره یه باری که برمیگردیم، اگه احساس میکنید زردمون باید پررنگ تر باشه، دوباره این رنگ رو پررنگ ترش میکنیم.